هستم. استاد چرپشایی، چون پیش از این هم دستور فرمودید که در رابطه با این مسئله رهبری صحبت کنم، اینا من ابتدای برنامه میخوام یه طنز کوتاه بگم تا شروع کنم. آقای شیری هم میگم آقا مطمئنن که میخواین موی رو بگم یا نه؟ مطمئن هستن که ما بگم یا نه؟ چون خیلی مهمه. حالا در همین رابطه ما یه قصابی داشتیم تو محلمون. این قصابمون هر روز ظهر ناهارش زنش برش میاد. یک روز که میاد میخواد بیاد بیرون، زنش میگه امروز اون داره ناهار نمیارم. میگه چرا؟ میگه میخواد اون پیش ننم. میگه خیلی خوب. این میاد وقتی میاد در دکون میبینه این شگردش هم اونجاست. میگه اکبر، میگه ها، میگه ساعت 11 12 که سرما خلوت میشه برو خانه ما، زن ما نیست، این سوراخ مستراب ما گرفته توالت، یعنی برو واکن. میگه چاش استاد، این یکی دو ساعت دیگه که میگذره از دم صبح میره در خونه، یه کلید در وا میکنه، میره تو، یه ها وارد میشه، میبینه ای زن مشتاق قصاب با اکبر آقای همسایه لخت تو حوض، در میره فرار میکنه، در میبنده، بوده 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 میاد تو در پیش قایارو قصابه. این واقعیت داره های شرفشه، اینی جوک نیست، ما خودم بچه که بودم شاهد بودم، میدیدم رو قصابه میگه ما دستم این چیزی دامدی؟ میگه خوش تو نمیدونی چه خبر بود؟ میگه خب بگو چه خبر بود؟ میگه نه نمگم، نمگم. میگه نه بگو، خیلی از بخته، حالا تو دکونش هم پر مشتری. میگه نه بگو بگو. میگه استاد نمگم. میگه بگو بگو. میگه بابا استاد رفتم تو خونه تا دروا کردم، دیدم زنت رخ تو بغل اکبر آقا. حالا میگه پدر سگی چی حرفی میزنی؟ همینجور ساتور که دستش هست داره گوشتار میباره میزنه این پسره بیچاره رو میکشه، میکشه به پلیس و اینا. بعد من اش دادگاه میگن آقا تو چرا زدی رو کشتی؟ خودت گفتی بگو. گفت خب ما گفتم بگو. خودت ما گفت چرا همه آبرو مرو بباره. خلاصه حالا استاد چرپشایی این شرح حال ملت به قول محمد رضا شاه عزیزم خاموش میلیونی هپر و هپوت پرت و پلاست که شما وقتی میخوای یه خبری رو، یه چیزی رو، یه اطلاعات خوب درستی رو در اختیار طرف بذاری باید اول مقدمه بیاد، چون الان اینا حاضر همه آماده کردن، 40 سال آماده، تو باید فوش و خوار مادر بدی مثلا به این، به اون، به اون، تا بخوای یک کلمه بگردم نمیذارن بگی. هم یک کلمه اطلاعات غلط دادن نتایج غلط هم میده. ما خبرنگار و روزنامه‌نگار حرفه‌ای مثل سیروس شرفشاهی، مثل شادروان مانوک خدابخشیان، مثل امیر طاهری، مثل عباس پهلوان، مثل شادروان عرض کنم خدمتتون پرویز اصفهانی، اینا خیلی کم داریم که خبر رو بگه و مردم شعور داشته باشن که بشنون، چون مردم دلشون میخواد رویاهای خودشون رو بشنون. رویا اینه که مثلا اون رو باید فرش بدی، اون رو خوار مادرش، اون رو بزنی، اون بیفته. حالا من امشب میخوام به بینندگان گرامی طبق روال همیشگی سیاوش ارسال به شما یه خبر علمی دقیق درست حسابی بدم. گوش کنین مردم، و بعد از این خواب خرگوشی بیاین بیرون مردم، و بعد از بچه هاتون حمایت کنید مردم، اکبر قصاب محله نباشید. حالا استاد شرفشایی، اول باید خدمتتون عرض کنم که چند سال پیش که مسئله خاشقچی پیش آمد، حالا یک خبرنگار، یک روزنامه‌نگار جهانی دیگه هم ما داریم که آقای امیر طاهری خوب میشناسش، این اسمش هست ترکی الدخیل. ترکی الدخیل عربه، مال عربستان سعودی است، ایشون رئیس العربی بوده و اینا، و الان هم سفیر عربستان سعودی در امارات متحده عربی است. ترکی الدخیل رفیق جنجونی محمد بن سلمان هم هست، این دوتا با هم خیلی هم رفیق هست. این جوان ترکی الدخیل بسیار انسان فهمیده و آزاداندیش به با نسبت استاد شرفشایی به بسیاری از این آدمایی که تو غرب ما میبینیم که مدعی آزادی و اظهار عقیده و اینا هستن، خیلی از اونها متجددتر، مدرنتر هستن. این آقای ترکی الدخیل ایشون باید که دکترای علوم دینی گرفته، ولی یکی از آدمای لایک، به عربی میگن علمانی، آدمای لایک و سکولار جهان عرب هست که نقش بسیار مهمی در همین تحولات اخیری که محمد بن سلمان هم گذاشته داره، چون رفیق صمیمی بوده. حالا این هم توی خبرنگار یه، یک روزنامه‌نگار یه، یک نویسنده که با شخصیت بزرگ جهان هم مصاحبه کرده. استاد شرفشایی چند سال پیش 2018 که آمریکا در رابطه با خاشقچی که پیش کرده بودن اعلام کرد که بخواهم تحتیل عربستان سعودی رو بدیم و تحریمشون بکنیم اینا، این آقای ترکی از دخیل اومد یه مقاله نوشت.
گفت آمریکا خمینی به چرت گفت که هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی من الان ترکیه دخیل میگم که آمریکا در رابطه با ما هیچ غلطی نمیتواند بکند. 30 مورد گفت ما داریم که این 30 مورد اگه ما رو تحریم کنه با ما مورده عمل بذاریم آمریکا از بین میره. و اومد تشریح کرد اینو، گفت اولا ما نفت رو میرسونیم به بشکه 200 دلار، دوم من این که میان یون چین رو، این رو 5 سال پیش گفت بیدارو نوشت آقا، گفت ما میام نفت یون چین رو جای دلار میذاریم، گفت ما بریم با اون دشمن اصلیمون که الان داریم توی یمن میجنگیم بغلش میکنیم، صلح میکنیم ایران، و ما با ایران به مراتب میتونیم بیشتر نزدیک باشیم تا با اینها باشیم. آقای شرفشاهی عزیز، استاد عزیز، حتی تاکید کرد اون موقع، گفت حتی ما رهبر جهان اسلام هستیم، عربستان سعودی جهان اسلام از ما تبعیت میکنه، از اون طرف ما ایران یعنی ملاها شیخ ها آخوند داره تقویتشون میکنیم، ما دوتا رهبری جهان رسما بوده میگیریم. 30 مورد رو ترکیه دخیل گفت و این بگونه شد که اینا چندی بعد که اومدن 76 تا از شخصیت های عربستان سعودی رو تحریم اقتصادی کردن، این میگم که این اراذل اوباش و پاسدار جمهوری اسلامی، یاد میگم بعد وقتا 40 ساله دارن تحریمتون میکنن، اربابتون گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی، ولی ببینید این چه غلطی کردن. آقای شرفشاهی، 76 نفر رو اینها 3 سال پیش تحریم اقتصادی کردن از عربستان سعودی و از اونجا عربستان سعودی برنامه شریخ و الان اینا صلح کردن با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آقای شرفشاهی سالها بود که دنبال صلح بود، حتی زمان قاسم سلیمانی هم میخواست با عربستان سعودی صلح کنه، ولی اونجا ظریف چون انترلوکیتور بود، یعنی مذاکره توسط ظریف انجام میشد، ظریف همیشه کارشکنی میکرد که قاسم سلیمانی نره خودش با سعودی حرف بزنه، و اگر از همون موقع ایران دنبال صلح بود، ایران دنبال این بود که حج برفت، عربستان سعودی نمیپذیرفت این صلح رو. با این رویدادهای جدید عربستان سعودی پذیرفت و اینا نشستن و همون پروژه‌ای که ترکیه دخیل داده بود در سال 2018 عملی شد و داریم میبینیم شوربختانه به ضرر ما ملت ایران خواهد بود. بر همین اساس که کمپ مجاهدین حمله کردن و تمام اپوزیسیون رو نابود میکنن، البته مجله تلویزیونی مثل ایران اینترنشنال اینا میمونه، ولی از اون حالت اپوزیسیون تبدیل میشه به یک حالت موزیکال و جوک و خبررسانی که همه بقیه دارن میکنن و از اون حالتی که چیز بود در میاد. حالا نکته مهمی که فرمایش شما بود استاد شرفشاهی که میخوام الان بگم که خیلی مهمه عزیزان من گوش کنن، مسئله مجتبی خامنه‌ای است. مجتبی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای اولا 22 سال دقیقا که ایران رو او داره میگردونه با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات سپاه، 22 ساله که او داره میگردونه، باباش فقط اونجا نشسته، بعضی وقتا یه پرنسیپای خودش رو که پرنسیپای مارکسیست اسلامی هست به نام اسلام و فاطمه زهرا و اینا میاد اونا رو بروش وای میسته. حتی در چند مورد ما فیلم هایی داریم که وقتی که حرف زده میشه خامنه‌ای میگه اینا رو ول کنین من اینجا هم شما حرفت بزن بگو، مثلا یعنی وقتی میگه اینا رو ول کن همون مدیریت مشتبه هست که اینا همه رو میگردونه، تمامی تشکیلات رو میگردونه، همونطور که شما فرمودین با سپاه، سپاه قدس، وزارت اطلاعات سپاه، و 22 ساله مال الان نیست که این 22 ساله مشتبه خامنه‌ای از ایشون سال 48 به دنیا اومد، باباش 20 سال بعد رهبر شد، رهبر جمهوری اسلامی شد، این 20 ساله بود، الان 3 تا بچه داره، یک بچه‌ش همه میدونه که تو لندن به دنیا اومده، محمد باقر، اون محمد امینش دیگه هست، یک بچه دیگه فاطمه، ولی شما یک کلمه اینا رو ندیدید حرف بزنه، چه بکن، پشت صحنه است، 22 ساله این مملکت رو تا اینجا اینجوری اینا، حالا بیان بشینن روزنامه‌نگارا، خبرنگارا، مردم اینا صبح باشن پشت خوار مادرم بدن، ولی تحلیل علمی و دقیق نکنن و همش رویا پردازی. حالا خبر تأسف آور همینی که آقای شرفشاهی میخوام بشار بگم، وقتی که محمد بن سلمان خواست با جمهوری اسلامی صلح کنه همین در چند ماه اخیر، رئیسی رفت عمان با اینها ملاقات کرد، خودش صحبت کرد، رئیسی، رئیس جمهور، اون رفت، این رفت، پادشاه عمان اومد تهران، همه اینا شد. محمد گفته بود که محمد بن سلمان، همین که الان عکس رو می‌بینید کنار مجتبی، محمد بن سلمان گفته بود که من فقط موقعی
صلح میکنم با جمهوری اسلامی که با مشتبه خامنه‌ای رو در رو بشینیم، قراردادمون رو ببندیم، صحبت بکنیم، حرفمون رو بزنیم. و اینا این مطرح میکنن ایران، یک هفته دو هفته طول میکشه، علی خامنه‌ای مخالفت میکنه با اینکه مشتبه خامنه‌ای بره با اینا ملاقات کنه، میگه برای ما هم خوب نیست که اونا رو دعوت کنیم بیان اینجا. آقای ترکیه الدخیل که تو عکس دیگه بود الان دیدنش، ترکیه الدخیل، آقای ترکیه الدخیل که اینجا چون سفیر ایشون، چون سفیر همین که من تعریف ازش کردم که تعریف داره اینجا بود، ایشون اومد و عرض کنم خدمت شما، چون سفیر عربستان سعودی در خلیج فارس هست، ایشون اومد مداخله کرد. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد ریز کاریاش بشم، کاری کرد که مشتبه خمینی حتما به هوای حج بره مکه، بره جده، بره عربستان و با محمد بن سلمان بشینن صحبت کن. و ایشون رفت، مشتبه خامنه‌ای رفت عربستان سعودی. از اولم که آقای شرفشاهی اینا دوتاشان به هم رسیدم، چون مادر محمد بن سلمان مال قبیله عجمان هست، عجمان یه قبیله عجم ایرانی است که اونجاست، مادرش از اون قبیله است و خودش هم بارها گفته که من به مادرم هم مثلا افتخار میکنم، اینا حالا کار نداره. این تا همدیگر رو در آغوش میگیرن در عربستان سعودی، به همدیگه میگن پسر عمو. دو تا پسر عمو به هم میرسن، همو ماچ و بوسه میکنن. و الان هم یاد تو نره استاد شرفشاهی، تأکید میکنم همونطور که آقای ترکی الدخیل گفتم سال 2018 گفت که گفت ما با یک چشم هم زدن ترتیب آمریکا رو میدیم، 80% اسلحه نیروی نظامی از امریکا رو عربستان سعودی تو دنیا میخره. 800 میلیارد دلار در امریکا سپرده داره. یعنی نه اینکه شما فکر کنید که اینا روکر آمریکا، نه، الان اینا همینی که از اطلاعات غلطی که در جهان رایجه، الان از وقتی که محمد بن سلمان اومده، عربستان سعودی داره اونجا رو تبدیل میکنه به یک جایگاه توریستی جهانی و اقتصاد جهان و همه کشور جهان عرب هم زیر سلطهش هستن. آقا زدن خاشقچی رو توی سفارش کردن، ولی شما دیدین الان دوباره اومده همپیمان روسیه، همپیمان چین و غیره. خلاصه وقتی که این پیمان بسته شد و محمد بن سلمان رو در رو با خود مشتبه خامنه‌ای، چون اطلاعات اونا هم خیلی قویه، یعنی الان تلویزیون العربیه که همین سی بی اس و ایران انترنشنال و اینا همه شاخه های اونه، اینا شاخن از اون. رئیس اصلیش هم بابای همین محمد بن سلمان هست که الان شاه هست، آقای همین شاه کنونی. ایشون اون سالها بنده یادمه که اومد لندن و بعد پاریس اومد برای افتتاح العربیه، العربیه به عنوان رقیب الجزیره اومد روی صحنه. و الان استاد شرفشاهی یکی از سیاوش عباسی تعریف نمیکنه، دارم خبر میدم، اول جنرال اکبر قصاب گفتم، الان آقای شرفشاهی العربیه یکی از آزادترین رسانه های جهانه. نمونهش ایران اینترنشنالی که برای ایران دارن، شما دارید میبینید به زبان فارسی، و العربی خودشون که فارسی هم داره، یعنی بخش فارسی داره، که خیلی از ایرانی های عزیز که به هر بهانه از ایران خارج شدن نشدن تو ایران، با العربی کار میکنن و خیلی مواردی رو توش مطرح میشه که مخالف سیستم فکری خود الجزیره، خود عربستان سعودی هم هست. اما چون محمد بن سلمان و آقای ترکیه الدخیل اینا لایک فکر میکنن، ترکیه الدخیل آدمیه که دهها مصاحبه کرده، چندین کتاب نوشته، به عنوان متفکر نوشته، میگه آقا من مخالف اخوان المسلمینم، مخالف افراد در دینم، مخالف با همه بنیادگرایی ها، کارهایی که محمد میکنه ایشون تشریحی نوشته، گفته و عمل کرده. و الان هم که اینا با ایران متحد شدن، آقای شرفشاهی عزیزم شوربختانه، ما دیدیم که چقدر راحت، چقدر آسون با یک اینجوری، مثلا سازمان مجاهدین خلق اینا در آلبانی بودن، اون همه امکانات اینا، عربستان سعودی وزیر اطلاعاتش رفت برای اینا صحبت کرد، وسیمی هم در ترکیه بود و راوید آنجا بود که مشتبه تصمیم گرفتن به همراه محمد بن سلمان. و الان این مونده که فقط همین، چون اینها اینو میدونن که اگر
مشتبه داره رهبری خودشو میکنه، رهبری خودشو داره میکنه. مشتبه خاملی روابطش هم الان اینقدر شما استاد شرفشه، این مردم باید اخبار خیرتگیره و درست و خوبه بفهمن. امسال اینا تو مراسم حج به این ایرانی اصلا به زور میرفتن سرویس میدادن، آب و نوشابه مجانی گذاشته بودن فقط برای حجاج ایرانی. یارو تا هم گفت قلبم آخ فلان کرد، میدونستن همه ایرانی ناراحتی قلبی دارن، آیش درمی یک ادیر بردن جد پاره کردن عمل کردن قلبش بودن، بخاطر این نشون بودن که با دیگه پسر همو برزه پسر همو استاد چرف شده. شور بختانه صحبت زیاده این خبرها، این ها خبرهای ما اکبر قصابه است. شما که دیدون زنت به اولخته میزنه، حالا ما واقعیت داریم میگیم که مردم خواب از خواب بیدارشین، رویا پردازی نکنین، رویایی در کار نیست اگر عمل نکنین. اون بچه های نازنین و سلحشور نازنین ما کشته شدن یکی یکی، یکی از یکی بهتر، نیکا، مهسا، حدیثا و این بچه های دیگه شما در نظر بگیرین، مجید رهنورد، شکاری، کیان عزیزم، پول پویای عزیز. وقت شما اونجا نشستین رویا پردازی میکنن که اینا کی برن، چه غلطی تو میکنی اگه میخوای اینا برن؟ بله آدم بشینه بگه اینا کی میرن. و من واقعا ما همه شگفت زده ایم که الان میدونین شما، من خبرهای داخل ایران میخونم که مردم لباس و وسایل خونه شونو میدن نون آب بگیرن، به مواد غذایی بگیرن بتونن نمیرن شب صبح بزن پاشن هر رخت خواب. این انقدر اوضاع فشاره، ولی معلوم نیست اون زمان شاریختین تو خیابونا، این کسافت ها رو آوردین تو مملکت، خودتون رو به این روز انداختین، ایرانی ها رو در بدر دنیا کردین، حالا همچنین بازم تماشاگرین که اینا چیکار میخوام بکنن. اینا هیچی، اینا همین سیستم رو ادامه میده. الان سپاه پاسداران این مرتیکه لاته که تمام بدنش هم فرمانده سپاه عکس و مکس و نمیدارم این چیزهای لاتباتی هسته، همین آدم پریروز یک مقدار کلانی از دولت رئیسی پول خواسته که آقا بده میخوام وسایلی بخریم که مردم رو اگه بنزین گرون شد بذاریم تو خیابونا. بازم میشینین تا اینا اون پولای شما رو بردارن برن اسلحه بخرن، یعنی شما رو بزنن که همون بنزین گرون رو بخرید. بله بله استاد چرفشه خامنه‌ای چند سال پیش یک جمله گفت وسط حرفاش، اون این بود که گفت من که نباشم بحث شما خیلی خوب میشه. اینم برای حسن ختام خدمتتون عرض کنم که مشتبه خامنه‌ای الان با پاسپورت البته با اسم دیگه و دفعه دیگه قشنگ خارج سفر میکنه، اینجا میاد اونجا میره میگرده، در بسیاری از این مذاکرات خودش حضور داره، چون دنیا گفته حتی این مسئله برجام با آمریکایی یا با سعودی، اقل اونا که نمیدن به من شما بگن که من به شما میگم گوش کنید بان. اینا گفتن که آقا ما به خاطر ای که اعتماد نداریم روحانی میاد، خاتمی میره، ظریف میاد، فقط مشتبه خامنه‌ای مشتبه بیاد ما باش دست بدیم قرارداد رو امضا کنیم صحبت هم بکنیم. مشتبه خامنه‌ای با کچش و کلواتش و میران میاد بیرون، با همه هم در تماس، با همه هم وعده وعیدار داده، امضا هم داده، برای همین خود خامنه‌ای میدونه. آخه اگه یادتون باشه مثلا در انتخابات یک در حذف کردن، خامنه‌ای گفت نه اینا چرا حذف کردین؟ کسی گوش نداد. چرا؟ چون رهبری دست مشتبه است. مشتبه همه اون پیرپاتالا رو انداخت کنار همون موقع تو انتخابات. ما آدمای رو باش میدن ازدن. الان جنگ بین پدر و پسر استاد چرفشاهی تو 20 سال بوده، هیچ خبرنگار، هیچ روزنامه‌نگار نمیره اینا رو در بیاره، اینا کمک میکنه به شما که سپاه رو تفکیک بدید، اصلا جدا کنید ان ایران رو با ایرانیان و و هیچ میده. استاد چرفشاهی اکثر درگیری‌هایی که خامنه‌ای داره بعضی وقتا بیاد مخالف با این مخالف با اون برجام وجود باشه نصفش برنسیم شد با بچهشه. مشتبه خامنه‌ای میخواد همون جو گرفته با محمد بن سلمان ساخته با دنیا بسازه، رهبریش رو بکنه، قدرت چی داشته باشه، سپاه باستان منافعش رو ببره. این خامنه‌ای خودش اینو تاکید کرد، یه بار گفت، یه بار گفت که من نباشم بعد شما خیلی خوب میشه. یعنی الان شما میدونه راست تا شرف شایی خواهیش میکنم میره میدونید الان روزی چند میلیون دلار جمهوری اسلامی پول نفت میگیره، به همه داره نفتشو میفروشه. آقا خود رئیسی هم داره میگه چرا این خبرها رو نمیدن که مردم روشن بشن بفهمن چه کلک داره سرشون میاد. بله به هر حال ما همین ماجرا و گرفتاری های سکوت مردم اینا رو داره همینطور بیشتر میفرسته زیر چاه، تو چاه میرانه هم تو پایین پایین
و از زندگی همه دارن میفتن، بچه هاشون هم که قطار کش کردن نفس رو کشن اعدام میکنن، ماشینا رو هم آماده کردن ببینن یه جایی یه کسی صدایی داره، همه ماشینا میریزن میگیرنش و همه دارن میبرن اوین اونجا در حال تعطیلش میدن. این رژیم بی‌نظیریه در دنیا. الان این عربستان سعودی که اومده نفوذ کرده در داخل ایران به خاطر اون دوران ناراحتی هایی بود که پادشاه فقید داشت، همه دستورات رو شاه میداد، قیمت نفت رو شاه میداد و بنابراین اینا تو میزان تولید رو شاه میداد، هیچ کسی رو نمیذاشت ناراحت بشه و دردسر برای کسی در دنیا ایجاد بشه. حالا اینا اومدن میخوان جانشین یک چنین پادشاهی بشن، برای که این محمد سلمان اون موقع حرف میخورد، میگو ما بالات بزرگترین صادر کننده نفت هستیم ولی شاه ایران قیمت ما رو تعیین میکنه، الان داره انتقام گیری میکنه، الان داره به حال مسائل پیش میاره که اون روزا رو بپوشونه، الان هم اومده رفته داخل ایران پولاش هم ارزش برده اونجا اینا رو نوکر خودشون بکنه. حالا دیگه عربستان ارباب جمهوری اسلامی داره میشه، این یه واقعیت یه داره میبینیم دیگه. این آخرین چند کلامی از شما میخوام بپرسم که این بالاخره گارد ملی روسیه چه کرد و اوضاع احوال اونجا آرام شده یا اینکه نه؟ چون انگلیس ها استاد چرچه وقت نیست، ولی من تو برنامه فرانسوی صحبت کردم با چند تا تلویزیون هم مصاحبه داشتم گفتم اینا، یه کلمه فقط بهتون بگم، این جریان واگنر و اینا کار خود پوتین بود، به خاطری که واگنر موی دماغش شده بود، این رفیقش بوده از بچگی، اون دوز بوده، این میره سواکی میشه میره کاجبه، با هم دوتاشون رفیق بودن، بعد میاد آشپزش میشه و بعد این نمینا این، ولی درگیر میشه با همین وزیر دفاع، چون وزیر دفاع 15 سال پیش قرارداد رستورانی رو لغو میکنه، این واگنر یارون میندازه بیرون و اینا، این بعد پوتین وقتی ببینه یارو دشمنشه میخواد حذفش کنه، اینجوری حذفش کرد رفت به کارش، برخلاف همه تحلیلای بند تومانی که باز دارن میدن، این تثبیت میکنه بیشتر پوتین. بله بسیار ممنون از شما، به حال نظرتون رو عکس ماست اب نظر آقا قبول نظرها و عقاید مختلفه، به حال من از این جانی بلفطره اصلا علاقه بهش ندارم، دوست هم ندارم. آقا شرمشه شد جریان اکبر قصاب که من دارم به شما خبر میدم، من هم به شما ناراحت دارم، میدونم دارم جریان اکبر قصاب میگید، من دارم بی خبر بهتون میدم، خبر بهتون میدم، نمیگم که من دردار بودونم. بله مرسی، خیلی ممنون، در حال هفته خوشی رو براتون آرزو میکنم. جریان اکبر قصاب باید ببونه. قربان شما، درود. دیگر بینندگان عزیز، برنامه ما تا اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقوزو، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه.